مصداقية ومدى إنسانية الحادث. لا، ولكن الواقع الإنساني والواقع الذي كانوا فيه منذ البدء ولحد الآن هو الذي يجعل حقهم إنسانيا، وعلى الإنسانية أن تسعى جاهدة لإنصاف أهالي أشرف دون سواهم. أشكرك جزيلا قحطان الخفاجي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بغداد. تلفزيون الجزيرة در گزارش های خود همچنین مصاحبه زنده خود با مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران را پخش کرد و پرسید: آقای زاهدی، موضع شما در رابطه با اینکه رئیس جمهور عراق بستن قرارگاه اشرف در پایان سال جاری را اعلام کرد چیست؟ مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت در پاسخ گفت: اولا فکر می کنم حضور طالبانی در این کنفرانس یک توهین به مردم عراق است، زیرا که مردم عراق از تروریسم رژیم ایران در کشورشان رنج بردند. ثانیاً این کنفرانس در واقع به عنوان واکنش رژیم ایران به اتفاق نظر بین‌المللی در تأیید حقوق ساکنان اشرف صورت می‌گیرد. زیرا همچنان که می‌دانید هفته پیش گردهمایی بزرگی بود که بیش از 100 هزار تن از ایرانیان خارج کشور و همچنین میهمانانی از کشورهای عربی برای حمایت از حقوق ساکنان اشرف در پاریس در آن شرکت داشتند و در این گرد همایی حمایت اکثریت پارلمان های 30 کشور جهان در حمایت از حقوق ساکنان اشرف اعلام گردید. یعنی اقدام رژیم به عنوان واکنشی نسبت به این اجماع و اتفاق نظر بین المللی صورت گرفته است. همچنین شما می دانید که احمدی نژاد و خامنه ای کیسه های دلار را برای کشاندن سرانی از برخی از کشورها برای تأیید مواضع خودشان صرف می کنند و آنچه را که مدتی پیش در این زمینه در افغانستان رخ داد فراموش نکنیم. دکتر سنابرق زاهدی در ادامه اظهاراتش در پاسخ به سؤال الجزیره راجع به دعاوی مربوط به بسته شدن اشرف گفت: اولا آنچه که راجع به بسته شدن قرارگاه اشرف در پایان سال جاری میلادی اعلام می شود برای تحت پوشش قرار دادن جنایتی است که رژیم ایران به وسیله دولت مالکی در 8 ماه آوریل علیه ساکنان اشرف مرتکب شده است. همانطور که شما اعلام کردید، در این جنایت 36 تن کشته و 350 تن از ساکنان اشرف مجروح شدند و جامعه بین المللی مستمرن خواستار تحقیق همه جانبه و مستقل و بیطرفانه در رابطه با این جنایت است و مالکی برای فرار از این تحقیق بستن قرارگاه را اعلام می کند. ثانیاً این فقط جامعه بین المللی نیست که از حقوق ساکنان اشرف حمایت می کند، بلکه مردم عراق نیز بارها حمایت خود را از حضور مجاهدین خلق در اشرف اعلام کردند و چنان که می دانید 5,200,000 تن از عراقیان در سال 2006 و 3,000,000 شیعه در سال 2008 حمایت خود را از مجاهدین در اشرف اعلام کردند. و معنا من پاریس سنا برق زاهدی، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة العراقية. سيد زاهدي، ما هو موقفكم من اعلان الرئيس العراقي اغلاق معسكر اشرف في نهاية العام؟